توی قسمت‌های قبلی در مورد این صحبت کردیم که تعامل و غیر تعامل چیه و یه سری اشیاء غیر تعاملی رو دیدیم. حالا وقتشه که بریم سراغ اولین شیء تعاملیمون. من میخوام با یه نوع تکست شروع کنم کارم رو. پس برای این کار بیایید اول یه اسلاید جدید رو باز کنیم. من میخوام اسلاید جدیدم رو وسط اسلاید دیگه‌ام باز کنم تا بتونم به راحتی ازشون استفاده کنم. برای این کار کافیه که اون اسلایدی که میخوام بعدش اسلاید ایجاد بشه رو انتخاب کنم و روی اسلاید که داخل نوار ابزارم کلیک کنم و کانتنت اسلایدم رو انتخاب کنم. همونطور که میبینید کانتنت اسلایدم ایجاد شد. وقتشه که یکی از تکست ها رو ایجاد کنم. برای این کار روی تکست که داخل نوار ابزارم کلیک میکنم و از بین گزینه ها تکست اینترو باکس رو انتخاب میکنم. ساب میکنم تا تکستم ایجاد بشه. شما اینجا تایمینگ رو میبینید اما من میخوام با قسمت پروپرتیز و شکل ظاهریش اول کار کنم. پس بیایید روی قسمت پروپرتیز کلیک کنیم. تو این قسمت شما میتونید یه سری ویژگی ها در مورد این تکست ببینید. برای اینکه بخواید ویژگی های ظاهریش رو اول ببینید کافیه که روی اسلاید کلیک کرده باشید و یه سری ویژگی ها رو ببینید. برای مثال اولین ویژگی اون اینه که به شما این امکان رو میده که به صورت پیش فرض داخل اون باکسی که براتون در نظر گرفته شده یه متن رو داشته باشید. این متن تا زمانی که کاربر شما نوشته وارد نکنه قابل مشاهده است. وقتی که کاربرتون نوشته رو وارد کنه دیگه اون متن قابل مشاهده نیست. خب بیایید بقیه گزینه ها رو ببینیم. گزینه بعدی این امکان رو بهتون میده تا تکست ها رو برگردونه به نرم افزار و مثلا این گزینه فعاله چون قرار تکستی که اونجا نوشته میشه تایید بشه و یا حتی یه سری کارهای دیگه که در ادامه در موردش صحبت میکنیم اتفاق بیفته. و گزینه بعدی این امکان رو بهتون میده تا یه چارچوب براش تعریف کنید و اون چارچوب قابل مشاهده باشه. و گزینه بعدی گزینه پسورد فیلده که این امکان رو بهتون میده تا عددی که وارد میکنید و یا حتی حروفی که وارد میکنید به صورت دایره و یا ستاره هایی باشه که قابلیت تشخیص پشت اون اعداد یا حروف رو نداره. به راحتی میتونید از پسورد ها استفاده کنید. یادتون باشه که سعی کنید پسورداتون رو ترکیبی از هر دو داشته باشید. خب میریم سراغ گزینه آخر و یا تعیین صلاحیت. من اول میخوام پسورد رو غیر فعال کنم و گزینه آخر تعیین صلاحیت به چه معنیه. تعیین صلاحیت یعنی اینکه اگر شما بخواید برای یه سری از کاربران خاصتون که اون محصول رو خریداری کردن نظر سنجی بذارید، یه سری از دوره‌های آموزشیتون رو ببینن، فقط کافیه که یه شناسه از اون اشخاص رو داشته باشید. مثلا کد محصولتون رو برای کارتون بذارید و یا اینکه کد شناسایی اون اشخاص رو وارد سیستم کنید. برای این کار کافیه که این تیک رو فعال کنید و اینجا یه کد براتون باز میشه که گفته میشه که مشخصات صحیح رو وارد کنید. برای این کار کافیه که روی این به اضافه که در کنار قرار داره کلیک کنید و اولین محتواتون رو وارد کنید. و اگر بخواید محتوایی که وارد کردین رو لغو کنید و اون شخصی که قابلیت دسترسی نداشته باشه فقط کافیه که منها رو کلیک کنید. به همین راحتی میتونید اونها رو اضافه و کم کنید. خب بیاید بریم سراغ اضافه کردن. من به اضافه رو انتخاب میکنم و این قسمت میتونید ببینید که کارت برای من نشون داده شده که میتونم محتوا رو وارد کنم. خب حالا میخوام محتوایی رو که میخوام وارد کنم. من میخوام 4-0 رو وارد کنم. بیاید ازش یه پریویو بگیریم. روی پریویو کلیک میکنم و فرام دیس اسلاید رو انتخاب میکنم. خب اینجا فقط کافیه که ورودی و یا اون عدد رو وارد کنم. من اینجا 4-0 وارد میکنم. یادتون باشه که رمز رو درست وارد کنید. در غیر این صورت نمیتونید بقیه اسلایدها رو ببینید. همونطور که دیدید رفتم به اسلایدهای بعدی چون رمز درستی رو وارد کردم. خب حالا اونو میبندم. با همین راحتی دیدید که چطوری میشه اون رمز رو وارد کرد و اگر بخواید میتونید با فعال کردن این تیک ببینید که رمز شما به صورت پسورد و یا ستاره مانند یا دایره مانند دیده میشه. بیاید دوباره خروجی اون رو ببینیم. خب حالا با اینکه پسوردمو وارد کنم ببینید که چطوری وارد میشه. همونطور که می‌بینید پسورد من به حالت ستاره وارد شد. و به اسلایدهای بعدیم رفتم. خب همونطور که دیدید به راحتی میشه از این قابلیت ها استفاده کرد و یه سری ویژگی های ظاهری که شما میتونید از اون استفاده کنید. مثلا میتونید رنگ داخل کادرتون رو تغییر بدید و یا حتی میتونید نوشته هایی که به صورت پیش‌فرض داخل کادرتون مینویسین رو تغییر بدید. میتونید به کادرتون سایه و انعکاس بدید که در مورد همه اینها توی قسمت های گذشته صحبت کردیم. میتونید یه سری تغییرات روی دکمتون داشته باشید، یه سری اسلاید اونا تغییر بدید، رنگش رو تغییر بدید، فونتش رو و سایزش رو که اینا بازم همه به شما بستگی داره که توی قسمت‌های قبلی در مورد تک تکشون صحبت کردیم.
اگر بخواید به دکمتون یک اکشن یا یک فعالیت بدید، حتما باید روی کادری که برای وارد کردن اطلاعات هست کلیک کنید و توی قسمت پروپرتیز اکشن اون رو ببینید. شما اینجا یه سری اکشن های متفاوت دارید که میتونید از تک تک اونها استفاده کنید. ولی من اینجا نمیخوام اکشن رو داشته باشم. توی قسمت های بعدی در مورد تک تک این اکشن ها صحبت میکنیم و کارایشون رو میبینیم. خب در مورد تک تک این گزینه‌ها صحبت کردیم و تکستمون رو دیدیم و ویژگی‌های ظاهریشون رو. همونطور که توی قسمت قبلی گفتم، منوی تایمی توی همه قسمت‌ها به شما کمک می‌کنه و می‌تونید ازش استفاده کنید. توی این قسمت در مورد اینتراباکس ها صحبت کردیم که اولین شیء تعاملیمون بودن. توی قسمت‌های بعدی با شیء‌های تعاملی بیشتری آشنا می‌شیم.